زادروز کوئنتین تارانتینو 27 مارچ 1963. کوئنتین تارانتینو فیلمساز اهل ایالات متحده آمریکاست. تارانتینو که پیش از ورود به فیلمسازی در فروشگاه‌های اجاره فیلم مشغول به کار بود، امروز کارگردانی شناخته شده محسوب می‌شود. کسی که حالا مؤلفه‌های سینمایی منحصر به فرد خودش را دارد. موتیف‌های نظیر خشونت بسیار زیاد، افول فراروایت‌ها، ارجاع به فیلم‌های مشهور و خطوط داستانی نامنسجم. او را کارگردان دی‌جی می‌نامند. دلیل این نام نیز به خاطر نحوه استفاده وی از موسیقی برای خلق صحنه‌های خاص در فیلم‌هایش است. در اوایل دهه 1990، تارانتینو کار خود را به عنوان فیلمساز مستقل آغاز کرد و فیلم سگ‌های انباری را ساخت. فارغ از نوع فیلم، مجله امپایر این فیلم را خارق‌العاده‌ترین فیلم مستقل همه زمان‌ها نامید. پیشرفت تارانتینو با ساخت فیلم بعدیش داستان عامه پسند در سال 1994 سرعت بیشتری به خود گرفت. این فیلم از نظر تجاری توانست موفقیت بسیاری کسب کند. این فیلم را نیز یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ می‌دانند. فیلم بعدیش نیز فیلم جکی براون بود که از روی یک رمان ساخته شده بود. سپس فیلم‌هایی مثل بیل را بکش 1 و 2، حرامزاده‌های لعنتی، جنگوی زنجیر گسسته و 8 نفرت انگیز را ساخت. او تا به حال 4 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است و این جایزه را برای فیلم‌های داستان عامه پسند و جنگوی زنجیر گسسته به دست آورده است. همچنین تارانتینو 6 بار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شده است، اما فقط برای 2 فیلم برنده اسکارش گلدن گلوب دریافت کرده است. این 2 فیلم جایزه بفتای همان سال را نیز از آن خود کردند. برای شناخت سینمای تارانتینو باید به 2 نکته اساسی که بنیانهای زیبایی شناسی فیلمهای او عملاً از آنها ریشه میگیرد توجه کرد. اول خصلت‌های دوره‌ای که فیلمهای او در آن ساخته و اکران شدند و دوم زندگی او. به طور کلی سینمای تارانتینو را نقطه تقاطع 2 خط می‌دانند. اولی خط فیلم نوار کلاسیک و دومی خط فیلم‌های جریان‌ساز داستانی و عامه‌پسند.